خوش اومدین. خوش اومدین. خوش اومدین. خوش اومدین. اینجاست. خوش اومدین. مسافرین عزیز، لطفاً جهت ایمنی خودتان از قرار گرفته شدن تمام چمدان‌های خود در قفسه‌های بالایی و اشیای قابل دید در زیر صندلی‌های جلویی اطمینان حاصل کنید. کمربندهای ایمنیتان را ببندید و تا زمانی که نشسته‌اید باز نکنید. صندلی‌هایتان را به حالت ایستاده درآورید. میزهایتان را ببندید و تمامی دستگاه‌های الکترونیکی خود را خاموش کنید. این دستگاه‌ها را بعد از نشستن هواپیما و باز شدن کمربندتان می توانید دوباره استفاده کنید. تمامی موبایل‌ها و دستگاه‌هایی که دارای ویژگی حالت پرواز هستند، باید در طول کل پرواز خاموش باشند. فراموش نکنید که در طول پرواز کشیدن سیگار ممنوع می باشد. از توجهتان متشکریم. سفر خوبی داشته باشید. از تو کمک نمی‌خوام. از تو هیچی نمی‌خوام. تو یکی از چهار دشمن منی و تا زمانی که نفس میکشم این نفس نمیشه. مصطفی همه جا دنبالت گشتن. از اینجا برو، راحتم بذار. گوش کن، مامانت حالش بد شد، بردنش بیمارستان. دروغ میگی. به خدا راست میگم. خب زن بیچاره همش فکر میکنه تو میخوای کار بدی کنی. اینقدر گریه و دادی بیداد کردی که حالش بد شده افتاده. وقتی داشتم دنبالت میگشتم بابات هم زنگ زد فریاد میکشید که مصطفی را پیداش کن. ناراحتشون نکن دیگه، بسه. مصطفی میری بیمارستان مگه نه؟ به کریم گفتم برو، گفتم برو دیگه بر نگرد. نباید با این آدم سرسختی کرد، چون هر کاری میکنه این آدم، چرا نکنه؟ زندگیش تباه شده، نامزدش رو از دست داده. اینم که رفت. گریه نکن، بهتره که نیا. بذار برو برای خودش زندگی جدیدی بسازه. بیا. کریم اینطوری باید میرفت از این خونه؟ تنها با بی کس موندم. ما که هستیم، تو تو این روستا محبوب همه ای، بازم ایش که از دوروبر دور نمیشه. اگه با خودت فکر میکنی اون پسره مصطفی دوباره میاد و به من ضرر میزنه، از ذهنت بیرونش کن. اون با تو کاری نداره. وقتی هم به فهم کریم از اینجا رفته دیگه مزاحم تو نمیشه. نترس. من در مورد کریم هیچ ترسی ندارم که اینطوری از دست دادن کریمو نمیتونم حذف کنم. اینطوری پست و کسافت بودنشو نمیتونم حذف کنم. برای اولین بار تو زندگیم تنها موندم. حتی وقتی مادرم فوت شد،
به اون پناه بردم. برای اولین بار تنها موندم. برای اولین بار دارم حسادتی همه چیو میکنم. چمدون دارین؟ نه. بیا. اینجا تقسیمه. الان میریم به یغلی. اونجا یه هتلی هست که قبلا بودم. وایسا. اینجا ترافیک وحشتناکه. وقتی چراغ سبز به آدما توجه نمی‌کنه. اگه میدونی کجا میخوای بری؟ نمیدونی، برای همینم از کنارم جدا نشو. برای ما عسل اومده، این مبارک بشه. از اتاقای با منظره رو به خیابون فقط یکیش خالیه. خیلی خوششانسی. من با تو توی اتاق نمیمونم. چقدر باید بدیم؟ چند شب میمونیم؟ با تو هم. برای من یه اتاق دیگه بگیر. منو نگاه. ولم کن. ببین، گوش کن، منم از این وضعیت اصلا راضی نیستم. منم دلم نمیخواد، ولی مجبورم. نباید تو رو از جلوی چشمم دور کنم. یه چند روز تحمل کن. نه خیر. داداش دینا که اومدن، تو رو تحویل اونا میدم. بعدش هم هر کس راه خودشو میره. تو اون موقع از کنارم جدا نمیشی. خدا لعنتت کنه. آمین. حداقل 3 روز میمونیم. چقدر میشه؟ شبیه 125 تا میشه. از پلاک میریم بالا، انتهای سالن، اتاق سمت راست، اتاق شماره 205. ممنونم. فاطمه گل. مصطفی. مامان ببین، پیشتم، اینجام. مصطفی. مامان خوبی؟ من میمیرم. اگه تو یه چیزی بشه من میمیرم. مامان من چیزیم نمیشه. به هم قول بده. قول بده که با اون آدم ها درگیر نشی. لعنت به اونا. گناهای کثیفشون روشون بمونه. مبادا باهاشون درگیر شی. تو رو خدا قول بده. خواهش میکنم مادر، اینطوری نکن. گفتم قول بده. نمیتونم مادر، نمیتونم قول بدم. فراموش کن پسرم، التماست میکنم. نمیتونم، درون من هیچ وقت خنک نمیشه. من تا انتقاممو نگیرم راحت نمیشم.
ازم نخوا که قول بدم. مصطفی ولش کن، التماسشو نکن، بی خودی خودتو خسته نکن، هر کاری میخواد بکنه بکنه، هر بلایی سرش بیاد حقشه. شیرم و حلالت نمی کنم، خواهش می کنم، خواهش می کنم ولشون کن. نمیتونم مصطفی. لعنت به این شانس، شارژرم نیوردم. اینجا هم یه آب بگیر خورده شیشه نمونه. الو کریم. مریم جون، شارژ موبایلم هر لحظه ممکنه تموم شه. حالت خوبه؟ منو ول کن حالا. تو چی کار کردی؟ کجایی؟ ما تو استانبولیم. با کیا؟ منو دختره. الان پیشته؟ کجایی؟ اومدیم هتل، بقیه بعدم میان. تا اونا بیان منتظر میمونیم. پول داری پسرم؟ دارم. از کجا داری؟ دارم دیگه. ببینم بعدش چی کار میکنم. شارژ گوشیم داره تموم میشه، قطع میکنم، بعدم به زنگ میزنم. کریم؟ الو؟ قطع شد. با فاطمه گل تو استانبولم، تو هتلم. ای خدا چیکار کنم؟ ای بابا، من میرم بیرون. میشنوی؟ میرم شارژر بگیرم.
ببخشید، این دور و برا جایی هست که بتونم شارژر بخرم؟ سلام. سلام، بفرمایید. شارژر اینو دارین؟ بله داریم. میشه بازش کنین چون الان باید شارژش کنم؟ آره حتما. میشه یکم اینجا شارژش کنم؟ آره بدین من بذارم اینجا براتون شارژ شه. خیلی ممنون. موبایلتونو گذاشتم اینجا قربان. دو تا تریلی دیگه هم خریدیم، اونم هفته بعد ملحق میشن. بله فقط برای رومانی. نه بابا آقا سمی، مگه میشه شما رو وسط را ول کنم؟ آخه تا حالا شده شما رو تو شرایط سخت قرار بدم؟ بله بله البته. بله بله هممون میدونیم که آقا رشاد چقدر بهتون اهمیت میدن آقا سمی. آقا سمی میشه من یکم دیگه با شما تماس بگیرم؟ یا تماس خیلی مهم دارم که حتما باید جواب بدم. معذرت میخوام. الو. سلام. سلام، چه خبر کریم؟ منم همین الان میخواستم بهت زنگ بزنم. چی کار کردی؟ هیچی، استانبولم. نه بابا، یکم پیش اومدم، باید با هم حرف بزنیم. خب باشه، حرف بزنیم ولی من امروز خیلی مشغولم، میشه فردا قرار بذاریم؟ همین الان بذاریم. یه جایی بگو الان بیام اونجا. اونای دیگه هم خبر بده. پس چیز کنیم، تو چیز قرار بذاریم، بیا کورو چشمه. باشه. به تقسیم نزدیکه؟ بابا همون جا که پارسال اومدی دیگه، با اون دختر انگلیسیه، اونجا رو میگم. باشه باشه، با تاکسی پیداش میکنم. همین الان میای؟ آره. باشه خیلی خوب، پس منم یکی با جمع میکنم و میام اونجا میبینم. خیلی خوب. خب بذار تا چیزو. الو. سلام. یه دفعه نمی اومدی دیگه. ملتمو بردمش فرودگاه، برگشتن کارا. ببخشید. چه کارا کردین؟ داریم صحبت میکنیم. رفیقمون یکم دلش پره. وضعیت چطوره؟ میگه خیالش اصلا راحت نیست. تو خیالت راحته ها؟ والا منم میگم زندان که نیفتادی. تو جیبت هم که پول گذاشتم، پاسپورتت هم که داره آماده میشه دیگه. آره. چی میخوای؟ چهار روز دیگه هم واسمون دست کن میدی، ولی هنوزم دلت پره. بهت میگم دختره مونده رو سر من، همش چشش رو منه، یه جوری نگام میکنه که همش اون شب رو یادم میندازه. آها یادم افته. چشای دختره فوق‌العاده بود. میکشمه دوزی کریم، میکشمه. بلم کن واقعا گاوی وورال.
معذرت میخوام. از خودم متنفرم، میفهمی؟ از هرچی که اتفاق افتاده نفرت دارم. از همه تون، از تک تکتون متنفرم. کریم آروم باش. باشه، گمشین از زندگیم بریم بیرون. دیگه نمیخوام، دیگه نمیخوام قیافه هیچ کدومتون رو ببینم. کسافت های عوضی. این به نفع ما هم هست، قیافه‌مون رو نبینه حله. گریه نکن، بذارش همونجا برش میده. ای بابا برول، مثل زنا گریه نکن دیگه. یه دونه هم من میزنم تا به خودت بیا پسر. هسته دیگه، من نمیتونم بخوابم. بعد اون شب نمیتونم بخوابم. آها، انگار ما راحتیم. منم نمیتونم بخوابم. مگه چی میشه؟ وقتی هم خوابم میگیره با صدای جیغش بیدار میشم. یه هم میبینم اومده کنار تختم و داره اینجوری نگاه میکنه، مثل فیلمای ترسناک شده. منم نتونستم بخوابم. نشد. همیشه میخواد اینطوری باشه؟ نه بابا، هنوز تازه است. نگاه به ظاهرمون نکن، هممون داغونیم. من حتی نمیتونم کریم رو تصور کنم. بابا تصور نکنین، خودتون رو نبازین. وراد، همچین چیزی اتفاق نیفتاده. بزن همش توهمات، اثر قرص. اینو به خودت بقبول، اون همچین چیزی اتفاق نیفتاده. تو وقتی دلت واسه دوست دختره تنگ بشه دوباره شروع میکنی. تو هم که یکی دو ماه دیگه گورتو گم میکنی و از اینجا میری، کلن خلاص میشی. تموم شد، رفت. پس کریم چی میشه؟ عادت میکنه، اونم عادت میکنه. دختره خیلی خوشگله. پسر مگه نگفتیم اگه بیاد استانبول آرایشش کنیم و به سر وضعش برسیم 20 میشه؟ عادت میکنه اونم. بعد میبینی تازه بچه دارم شدن. کریم اولش هارت و پورت میکرد، ولی بعد مایه رو گرفت و گذاشت تو جیبش. ها، همه چی فراموش میشه، همه چی. باشه وورال، بس دیگه نکن. به سلامتی، مبارک باشه. مبارک باشه، مبارک، مبارک. خوشبخت بشی دخترم، مبارکت باشی، مبارکت باشی شمس. مرسی. خوشبخت شی، خوشبخت شی مادر. خیلی خوشبخت شین، خیلی خیلی خیلی. زودتر جشن عروسی بگیریم، سال بعدم نوه دار شیم. خیر باشه انشالله. مصطفی نامزده تو ببوس دیگه، هنوز بهش تبریک نگفتی. آره راست میگه. من خیلی دوست دارم. منم. Hey,
ببخشید صدا نیومد، فکر کردم کسی اینجا نیست. حوله کم بود، رفتم با بقیش آوردم. اگه چیز دیگه هم خواستین بگیم. چیز دیگه ای لازم نه؟ آخه چرا اینطوری میکنی؟ بابا
کریم کاری نکرد. چی؟ کریم با اون دختره هیچ کاری نکرد. تو چی داری میگی؟ من دیدمش. دختره بیهوش شده بود. اون فقط جلوش نشست. اینو به کریمم گفتی؟ بوران ببین بهش چیزی نگی ها. دیگه بیشتر از این شاخ نشه. تو این کثافتکاری هممون مقصریم. پاشو نکشه بیرون. فهمیدی چی گفتم؟ بهش هیچی نگو. ورال ببین با تو هم. ورال اصلا بهش هیچی نگو. هی هی باشه؟ اینم یه مشکل دیگه نشه واسم. شب شیفت منه. امشب هم بمونه بیمارستان. فردا برگه ترخیصشو می نویسم ببرید. بازم اگه ناراحت بشه و خودخوری کنه دوباره فشارش به حالت قبلی برمیگرده. مگه نه دکتر؟ بله. مادرت این دفعه شانس آورد. با اون فشار خون هر اتفاقی ممکن بود بیفته. خون ریزی مغزی، فلج شدن، خدای نکرده میمون. به هر حال شما دیگه فکر اینا رو نکنین. برین یکم استراحت کنین. پسرتون مثل شیر پیشتونه. فردا صبح برای ترخیصش بیاین. بابا تو برو. من پیش مامان میمونم. اگه با من کاری داشتین به خانم پرستار بگین. خدا حفظتون کنه. مرسی آقای دکتر. باشه پس من برم. شب بخیر بابا. شب بخیر. ممنونم. خدا شفا بده. ممنون. تو رو میشناسم. وقتی دختر اینجا بودم دیده بودم. ببین این اتفاق هممون رو تحت تاثیر قرار داده. منم یه خواهر دم بخت دارم. خدا نکنه همچین بلایی سرش بیارم. ولی تو این جریان یه کاسه زیر نیم کاسه. برو برادر من. به اندازه کافی اعصابم خورده. ببین صبر کن. شنیدم اون وکیله اینجا یه کارایی داشته میکرده. کدوم وکیل؟ همون که برادر زن رشاد یاشارانه. اونو میگم. به محض اینکه دختر اومد بیمارستان بلافاصله اونم اینجا پیدا شد. با هر کی که اینجا بود یکی یکی حرف زد. حتی بعد اینکه دخترها رو بیمارستان بردن بازم اینجا بود. چرا؟ چرا؟ میگن تو این کار یاشارانا هم دست دارن. پسرشون اینا همشون. وگرنه اون مرده هست همون وکیله. میدونی اون اگه دماغش هم بیفته از رو زمین برش نمیداره. چه برسه بخواد کمک کنه پرونده های زمین های عظیمش بمونه. اون وقت باشه بیا دنبال کاری دختر روستایی و دویا. گناهش کردن خودش. Thank you.
بله آقا رشاد. چی شده؟ آقای تورانر پشت خط هستن قربان. صبح بخیر قربان. چه خبر آقا رشاد؟ چی شده؟ از این رسوایی که تو روزنامه‌های محلی چاپ شده خبر نداری؟ خیلی معذرت میخوام ولی نمیفهمم در مورد چی دارین حرف میزنین. چند لحظه پیش اعضای حزب روزنامه شهر شما رو پشت تلفن واسم خوندن. چه خبری؟ این رسوایی تجاوز چیه؟ به من بگید. اسم سلیمم توش. چی رو به هم میگی؟ میگی که با فاطمه گل چی کار کردی؟ به من گفتم به دختره کمک کن، منم رفتم بیمارستان. بعد اینکه تحقیق و پرسجو کردم معلوم شد که کریم با دختره رابطه داره. دروغه! واسه من داستان تعریف نکن، واقعیتو بگو. چون نمیخوای واقعیتو بشنوی. دروغ اصلی این تجاوزه، دروغ اصلی این مسخره بازی تهمته. دختره از ترس تو این تجاوز از خودش در آورده، با میل خودش رفته با کریم. تو این اتفاق هیچ کس دیگه هم نیست. کثیفه، این یه تهمت کثیفه، بازی پستیه که اونجا رقبامون برامون درست کردن. پس هر چی که لازمه انجام بدین و هر طور شده این رسوایی پاکش کنین. چی نوشته؟ گفتن کار سلیم بوده. عزیزم همش دروغ و مزخرفه. دختره منم میخوام درست نبودن این قضیه رو باور کنم آقا رشاد. این مشکل رو هر طوری که شده حلش کنین. از الان گفته باشم اگه اسم خانواده‌ام قاطی همچین قضیه‌ای بشه تمام پولای پشت سرمو خراب می‌کنه. مگه میشه آروم باشی عزیزم؟ حالا بذار ببینیم جریان چی آخه. پس هر کاری که لازم انجام بدی هر چه سریع‌تر. الان همین الان پیگیر این جریان میشم. ولی نمیدونین دست و پام چطور داره میلرزه. خدا لعنتشون کنه هر کی که همچی تهمتی زده. منتظر خبرتونم. زود زود باهاتون تماس میگیرم.